کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. چهار، اقداماتی که تضمین می نماید دریانوردان می توانند درآمدهای خود برای خانواده های خیش ارسال نمایند عبارت است از الف، نظامی که به دریانوردان این امکان را می دهد که در زمان ورود به کار یا در حین آن اگر تمایل داشته باشند بخشی از دستمزد خود را در فواصل منظم از طریق انتقالات بانکی یا شیوه های مشابه برای خانواده های خود حواله نمایند و ب، شرایطی که بر مبنای آن مبلغ تخصیص یافته باید در زمان مقتضی و به طور مستقیم به فرد یا افرادی که توسط دریانوردان تعیین می شوند حواله شوند. 5. هر گونه هزینه بابت خدمات موضوع بندهای 3 و 4 این استاندارد و همچنین نرخ تبدیل ارز باید از نظر مبلغ منطقی باشد و بجز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است باید طبق قوانین یا مقررات ملی با نرخ متداول بازار یا نرخ رسمی اعلام شده برابر بوده و برای دریانوردان نامطلوب نباشد. 6. هر عضوی که قوانین و مقررات ملی حاکم بر دستمزد دریانوردان را تصویب می نماید باید توجه مقتضی را نسبت به دستورالعملهای ارائه شده در بخش ب مجموعه قوانین معطوف دارد. دستور عمل B22 دستمزد. مورد 1، تعاریف خاص. از نظر این دستورالعمل اصطلاح الف دریانوردان کارآمد به مفهوم هر دریانوردی است که صلاحیت انجام هر گونه وظیفه‌ای را در قسمت عرشه به غیر از وظایف نظارتی و تخصصی داشته باشد یا دریانوردی که بنابر قوانین و مقررات ملی یا رویه ها یا توافق های جمعی بدین گونه تعریف شده است. ب. حقوق یا دستمزد پایه به مفهوم پرداخت برای ساعات متعارف کار می باشد. این حقوق یا دستمزد یا دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کاری، پاداش، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هر گونه اجرت‌های اضافی می باشد. پ. دستمزد تلفیقی به مفهوم دستمزد یا حقوقی است که شامل حقوق پایه و دیگر مزایای مرتبط با دستمزد می باشد. دستمزد تلفیقی می تواند شامل جبران پرداخت در قبال تمامی ساعات اضافه کاری و نیز کلیه مزایای دیگر مربوط با دستمزد می باشد، یا اینکه تنها مزایای خاصی که متعلق به بخشی از دستمزد تلفیقی است را در بر می‌گیرد. ت. ساعات کار به مفهوم زمانی است که در طول آن دریانورد ملزم به انجام کار بر روی کشتی می‌باشد. س. اضافه کاری به مفهوم انجام کار بیش از ساعات متعارف کار است. دو، برای دریانوردانی که دستمزد آنها به طور کامل یا جزئی تلفیق شده است، الف، قرارداد کار دریانوردان باید به طور واضح ساعات کار مورد انتظار از دریانورد در قبال دریافت پاداش و هر گونه کمک هزینه دیگری که ممکن است به حقوق تلفیقی وی اضافه شود را همراه با شرایط مورد نظر تعیین نماید. ب، در جایی که اضافه کاری برای ساعات انجام شده کار افزون بر آنچه که توسط دستمزد تلفیقی تحت پوشش قرار می گیرد قابل پرداخت باشد، نرخ آن نباید کمتر از 1 نرخ پایه متناسب با ساعات کار متعارف تعیین شده در بند 1 این دستورالعمل باشد. همین روش باید در قبال ساعات اضافه کاری منظور شده در دستمزد تلفیقی اعمال گردد. پ. میزان پاداش متعلق به تمام یا بخشی از دستمزد تلفیقی که طبق جزء الف بند 1 این دستورالعمل نشان دهنده ساعات متعارف کار می باشد نباید کمتر از حداقل دستمزد قابل اجرا باشد و ت،
برای دریانوردانی که دستمزد آنها به طور جزئی تلفیق شده است، سوابق تمامی ساعات اضافه کار باید طبق جزء طی بند 1 این دستورالعمل حفظ و تایید گردد. پنج، هر عضو باید پس از مشورت با نماینده سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی رویه‌هایی را برای رسیدگی به شکایات مرتبط با هر یک از موارد مندرج در این دستورالعمل اتخاذ نماید. دستورالعمل B2، حداقل دستمزد. 1. هر عضو باید بدون لطمه زدن به اصل مذاکرات جمعی آزاد و پس از مشورت با نماینده سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی رویه‌هایی را برای تعیین حداقل دستمزد اتخاذ نماید. نماینده سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی باید در تعیین چنین رویه‌هایی شرکت داشته باشند. 2. هنگام اتخاذ چنین رویه‌هایی و در زمان تعیین حداقل دستمزد باید توجه مقتضی به استانداردهای بین‌المللی کار مرتبط با تعیین حداقل دستمزد و نیز اصول زیر مد نظر قرار گیرد. الف، میزان حداقل دستمزد باید ماهیت کار دریایی، رتبه بندی خدمه کشتی و ساعات متعارف کار دریانوردان را مد نظر قرار دهد و ب، میزان حداقل دستمزد باید بر مبنای تغییرات در هزینه زندگی و نیازهای دریانوردان تنظیم شود. 3. مقام صلاحیت دار باید تضمین نماید که الف، از طریق نظام نظارتی و تنبیهی حداقل دستمزد پرداخت شده کمتر از نرخ یا نرخ‌های تعیین شده نمی باشد و ب، دریانوردانی که دستمزد پایین‌تر از حداقل دستمزد دریافت می‌دارند، محق هستند تا در قبال میزانی که به آنها کمتر پرداخت شده است، از طریق یک روش مناسب و فوری قضایی یا رویه‌های دیگر تحت پوشش قرار گیرند. دستورالعمل 224B، حداقل دستمزد پایه ماهیانه یا مبلغ دستمزد دریانوردان ماهر. 1. حقوق یا دستمزد پایه در ازای یک ماه تقویمی کار برای دریانورد ماهر نباید کمتر از میزانی باشد که توسط کمیسیون مشترک دریایی یا مرجع مجاز دیگری که از جانب هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار تعیین شده است. طبق تصمیم هیئت مدیره، مدیر کل باید هر گونه تجدید نظری در قبال این میزان تعیین شده را به اطلاع کشورهای عضو سازمان برساند. 2. هیچ چیز در این دستورالعمل نباید چنین تلقی شود که به ترتیبات توافق شده بین مالکین کشتی یا سازمان‌های مطبوع آنها و سازمان‌های دریانوردان در مورد مقررات مربوط به استانداردهای حداقل و شرایط کار لطمه بزند، مشروط بر اینکه چنین شرایط و روابطی توسط مقام صلاحیت دار به رسمیت شناخته شده باشد. مقرره 2.3، ساعات کار و ساعات استراحت. هدف، تضمین اینکه دریانوردان دارای ساعات کار یا ساعات استراحت منظم می باشند. 1. هر عضو باید تضمین نماید که ساعات کار یا ساعات استراحت دریانوردان تنظیم شده است. 2. هر عضو باید طبق مفاد مندرج در این مجموعه قوانین حد اکثر ساعات کار یا حداقل ساعات استراحت را در قبال دوره‌های زمانی معین تعیین نماید. استاندارد 2.3 الف، ساعات کار و ساعات استراحت. 1. از نظر این مقابل نامه، اصطلاح الف ساعات کار به مفهوم زمانی است که در طول آن از دریانوردان خواسته شده است بر روی کشتی کار کنند. ب. ساعات استراحت به مفهوم زمان خارج از ساعات کار می باشد. این زمان شامل استراحت های کوتاه نمی شود. 2. هر عضو باید در حدود تعیین شده در بندهای 5 الی 8 این استاندارد اقدام به تعیین حداقل ساعات کار نماید، به طوری که از زمانهای معین تجاوز ننماید یا حداقل ساعات استراحت را طبق یکی از زمان معین تعیین کند. 3.
هر عضو تصدیق می نماید که استاندارد ساعات متعارف کار برای دریانوردان همانند کارگران دیگر بر مبنای 8 ساعت کار در روز همراه با 1 روز استراحت در طول هفته و استراحت در تعطیلات عمومی می باشد. با این حال، این موضوع نباید باعث ممانعت اعضا از اتخاذ رویه‌های به منظور مجاز دانستن یا ثبت توافق جمعی شود که ساعات کار متعارف دریانوردان را بر مبنایی که نامساعد تر از این استاندارد نمی باشد تعیین نماید. 4. هر عضو در تعیین استانداردهای ملی باید خطراتی که ناشی از خستگی مفرط دریانوردان می باشد را مد نظر قرار دهد، به ویژه مواردی که مربوط به ایمنی کشتیرانی و بهره برداری امن و ایمن کشتی می شود. 5. محدودیت های مربوط به ساعات کار یا استراحت باید مطابق موارد زیر باشد. الف، حد اکثر ساعات کار نباید بیشتر از موارد زیر باشد. 1. 14 ساعت در هر دوره زمانی 24 ساعته و 2. 72 ساعت در هر دوره زمانی 7 روزه. ب. حد اقل ساعات استراحت نباید کمتر از موارد زیر باشد. 1. 10 ساعت در هر دوره زمانی 24 ساعته و 2. 77 ساعت در هر دوره زمانی 7 روزه. 6. ساعات استراحت نمی تواند به بیشتر از 2 دوره زمانی تقسیم شود، به طوری که 1 دوره آن حداقل 6 ساعت طول بکشد و فاصله بین 2 دوره زمانی استراحت بیشتر از 14 ساعت نباشد. 7. احضار خدمه، تمرینات مربوط به ادفاع حریق و قایق نجات و تمرینات تعیین شده توسط قوانین و مقررات ملی یا توسط اسناد بین المللی باید به نحوی اعمال گردد که حداقل مزاحمت را برای دوره‌های زمانی استراحت دریانوردان داشته و موجب خستگی مفرد نشود. 8. هنگامی که یک دریانورد احضار به کار شده است، مانند احضار در زمانی که محوطه ماشین‌آلات فاقد کارکنان لازم می باشد، اگر مدت زمان متعارف استراحت وی با این احضار به کار مختل شود، باید مدت زمان جبرانی استراحت برای وی در نظر گرفته شود. 9. اگر هیچ توافق جمعی یا حکم داوری وجود نداشته باشد یا اگر مقام صلاحیت دار تعیین نماید که مفاد مندرج در توافق جمعی یا حکم داوری در مورد بند 7 یا 8 این استاندارد ناکافی می باشد، آنگاه مقام صلاحیت دار باید چنین مفادی را به منظور تضمین استراحت کافی دریانوردان مربوط تدوین نماید. 10. هر عضو باید الزام نماید در مکانی که به راحتی در دسترس می باشد جدول مربوط به برنامه کاری بر روی کشتی نصب شود، به طوری که برای هر پست حداقل حاوی موارد زیر باشد. الف، برنامه زمانبندی برای خدمت در دریا و در بندر و ب، حد اکثر ساعات کار یا حداقل ساعات استراحت تعیین شده توسط قوانین یا مقررات ملی یا توافقهای جمعی مربوط. 11. جدول موضوع بند 10 این استاندارد باید به صورت استاندارد و به زبان کاری یا زبانهایی که روی کشتی استفاده می شود و نیز به زبان انگلیسی تهیه شود. 12. هر عضو باید الزام نماید که سوابق مربوط به ساعات کاری یا ساعات استراحت روزانه دریانوردان حفظ و نگهداری شده تا برای تطبیق آنها با بندهای 5 الی 11 این استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرد. سوابق مذکور باید به صورتی استاندارد که توسط مقام صلاحیت دار تعیین و تمامی دستورالعمل‌های سازمان بین المللی کار را در بر می‌گیرد تهیه شده باشد و یا به هر شکل استانداردی دیگر که توسط سازمان بین المللی کار تهیه شده است باشد. سوابق مذکور باید به زبانهای موضوع بند 11 این استاندارد باشد. دریانوردان باید یک نسخه از سوابق متعلق به خود را در اختیار داشته باشند که به تایید فرمانده کشتی یا فرد برگزیده شده از جانب وی و نیز خود دریانوردان رسیده باشد. 13.
هیچ چیز در بندهای 5 و 6 این استاندارد مانع یک عضو در قبول داشتن قوانین یا مقررات ملی یا رویه‌هایی برای مقام صلاحیت دار نخواهد شد تا نسبت به تصویب یا ثبت توافق‌های جمعی که استثناهایی را در مورد محدودیت‌های فوق مجاز می‌دارد اقدام نمایند. چنین استثناهایی تا جایی که امکان دارد باید از مفاد مندرج در این استاندارد پیروی نماید، ولی می تواند مدت زمان بیشتری را برای مرخصی یا اعطای مرخصی جبرانی برای دریانوردان نگهبان یا دریانوردان شاغل بر روی عرشه کشتی در سفرهای کوتاه دریایی در نظر گیرد. 14. هیچ چیز در این استاندارد نباید به گونه‌ای تلقی شود که باعث تضعیف حق فرمانده کشتی در درخواست از یک دریانورد برای انجام ساعات کاری مورد نیاز برای ایمنی فوری کشتی، نفرات روی عرشه یا بار یا کمک به کشتی‌ها و نفرات دیگری که در دریا گرفتار شده‌اند بشود. به محض اینکه وضعیت طبیعی برقرار شد، فرمانده کشتی باید برای دریانوردانی که اقدام به انجام کار در زمان استراحت خود نموده‌اند، مدت زمان لازم برای استراحت را تأمین نماید. دستورالعمل 2.3.b ساعات کار و ساعات استراحت. دستورالعمل 2.3.1b دریانوردان جوان. 1. مفاد زیر باید برای تمامی دریانوردان جوان زیر 18 سال در دریا و بندر اعمال گردد. الف ساعات کار نباید از 8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته تجاوز نماید و اضافه کاری فقط در صورتی امکان پذیر است که به دلیل ایمنی اجتناب ناپذیر باشد. ب زمان کافی برای تمامی وعده های غذایی و یک استراحت حداقل 1 ساعته برای وعده غذایی اصلی روزانه باید مد نظر قرار گیرد و پ یک استراحت 15 دقیقه‌ای به محض امکان پس از هر 2 ساعت کار پیوسته باید لحاظ شود. 2. مفاد بند 1 این استاندارد استثناءً اعمال نمی گردد اگر الف این امکان وجود نداشته باشد که دریانوردان جوان شاغل در روی عرشه، موتورخانه یا تدارک غذا به وظایف نگهبانی یا کارهای شیفتی گمارده شوند. ب آموزش مؤثر دریانوردان جوان طبق جدول برنامه زمانبندی شده مختل شود. 3. این گونه وضعیت‌های استثنایی باید با ذکر دلایل به ثبت رسیده و توسط فرمانده کشتی امضا شود. 4. بند 1 این دستورالعمل دریانوردان جوان را از تعهدات کلی تمامی دریانوردان برای کار در طول هر موقعیت اضطراری به گونه‌ای که در بند 14 استاندارد 2.3.الف پیش بینی شده است معاف نمی نماید. مقرره 2.4 مرخصی استحقاقی هدف تضمین این که دریانوردان دارای مرخصی کافی می باشند. 1. هر عضو باید الزام نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم آن تحت شرایط مناسب و طبق مفاد مندرج در این مجموعه قوانین دارای مرخصی سالانه همراه با حقوق باشند. 2. برای حفظ سلامت و رفاه دریانوردان و طبق شرایط کاری مقامی که بر عهده دارند باید مرخصی ساحلی برای آنها در نظر گرفته شود. استاندارد 2.4 الف مرخصی استحقاقی 1. هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که استانداردهای حداقلی را برای مرخصی سالانه دریانوردان شاغل بر روی کشتی‌های حامل پرچم آن با در نظر گرفتن نیازهای خاص دریانوردان به چنین مرخصی‌هایی تعیین نماید. 2. در شرایطی که توافق‌های جمعی یا قوانین و مقررات ملی
روش مناسبی را بر محاسبه نیازهای خاص دریانوردان در این مورد تعیین نموده اند، مرخصی با حقوق سالانه باید بر مبنای حداقل 2.5 روز به ازای هر ماه کاری مورد محاسبه قرار گیرد. روشی که بر مبنای آن طول زمان خدمت مورد محاسبه قرار می گیرد، باید توسط مقام صلاحیت دار یا از طریق نظام مناسب دیگر در هر کشور تعیین شود. غیبت‌های موجه نباید به عنوان مرخصی سالانه در نظر گرفته شود. 3. هر گونه توافقی که به منظور محرومیت از حداقل مرخصی سالانه با حقوق مورد اشاره در این استاندارد صورت گیرد ممنوع است، به جز در مواردی که توسط مقام صلاحیت دار تعیین شده است. دستورالعمل 2.4b مرخصی استحقاقی. دستورالعمل 2.4.2b اخذ مرخصی سالانه. 1. زمان اخذ مرخصی سالانه به جز مواردی که توسط مقررات، توافقهای جمعی، آراء داوری یا روشهای دیگر منطبق با رویه‌های ملی تعیین شده است، باید توسط مالکین کشتی و تا جایی که امکان دارد پس از مشورت و توافق با دریانوردان مربوط یا نمایندگان آنها تعیین شود. 2. دریانوردان به طور کلی حق استفاده از مرخصی سالیانه را نسبت به مکانی که رابطه‌ای واقعی با آن دارند دارا می باشند که این حق به طور طبیعی درست مانند حق بازگرداندن آنها به مکانی است که باید به آن بازگردانده شوند. دریانوردان به جز در مواردی که طبق مفاد قرارداد کار دریانوردان یا قوانین و مقررات ملی می باشد، نباید ملزم شوند که علارغم میل باطنی خود و در مکانی دیگر از مرخصی سالیانه متعلق به خود استفاده نمایند. 3. اگر دریانورد ملزم شود که از مرخصی سالیانه خود در مکانی غیر از آنچه در بند 2 این استاندارد مقرر شده استفاده نماید، باید حق برخورداری نسبت به جابجایی رایگان به مکانی که به کار گمارده یا استخدام شده هر کدام که نزدیک تر باشد را داشته باشد. نیازهای روزانه آنها و دیگر هزینه هایی که به طور مستقیم در ارتباط با این سفر می باشد بر عهده مالک کشتی است. زمان این سفر نباید از مدت مرخصی سالیانه با حقوق دریانورد کسر شود. 4. دریانوردی که در مرخصی سالیانه قرار دارد، به جز در موارد کاملا اضطراری و با رضایت وی نباید احضار شود. دستورالعمل 2.4.3.b جمع‌آوری و تقسیم مرخصی. 1. تقسیم مرخصی با حقوق سالیانه به چند بخش یا جمع‌آوری این مرخصی سالیانه همراه با دوره مرخصی بعدی با اجازه مقام صلاحیت دار یا از طریق نظام مناسب دیگر امکان پذیر است. 2. با توجه به بند 1 این دستورالعمل و به جز در مواردی که طبق یک قرارداد قابل اجرا بین مالک کشتی و دریانورد مربوط به نحو دیگری مقرر شده است، مرخصی با حقوق سالیانه تعیین شده در این دستورالعمل باید در برگیرنده یک دوره زمانی بدون وقفه باشد. دستورالعمل 2.4.4b دریانوردان جوان. 1. اقدامات ویژه‌ای باید برای دریانوردان جوان زیر 18 سال در نظر گرفته شود که برای مدت 6 ماه یا هر مدت زمان کمتری بر مبنای توافق جمعی یا قرارداد کار دریانوردان بدون مرخصی روی یک کشتی به خارج سفر کرده
و طی این مدت به کشور محل اقامت خود باز نگشته و طی 3 ماه آتی این سفر دریایی خود نیز باز نخواهند گشت. این اقدامات باید شامل بازگرداندن آنها بدون صرف هیچ گونه هزینه ای به محل اصلی به کارگماری آنها در کشور محل اقامت آنها شود تا بتوانند مرخصی به دست آمده در طول سفر دریایی خود را سپری نمایند. 6. با در نظر گرفتن استاندارد قابل اجراء بین المللی از جمله مقابل نامه توقیف کشتی ها مصوب 1999 میلادی برابر با 1378 هجری شمسی، کشور عضوی که هزینه های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را طبق این مجموعه قوانین پرداخت نموده است، می تواند نسبت به توقیف یا درخواست توقیف کشتی های مالک کشتی مربوط تا زمانی که طبق بند 5 این استاندارد باز پرداخت هزینه ها صورت گیرد اقدام نماید. 7. هر عضو باید شرایط لازم را برای بازگرداندن به وطن دریانوردان شاغل در کشتی هایی که در بنادر آن توقف نموده یا از قلمرو یا آبهای داخلی آن عبور می نماید و نیز جایگزینی آنها بر روی عرشه کشتی فراهم نماید. 8. به ویژه یک عضو نباید حق بازگرداندن به وطن هر دریانورد را به خاطر شرایط مالی مالک کشتی یا به دلیل عدم توانایی مالک کشتی یا عدم تمایل وی به جایگزینی دریانورد مورد امتناع قرار دهد. 9. هر عضو باید مقرر نماید که کشتی‌های حامل پرچم آن یک نسخه از قوانین ملی قابل اجرا در مورد بازگرداندن به وطن دریانوردان را به صورت مکتوب و به یک زبان مناسب در اختیار داشته و در دسترس دریانوردان قرار دهد. دستورالعمل 2.5ب بازگرداندن به وطن. دستورالعمل 2.5.1 به حق بازگرداندن به وطن. 1. دریانوردان باید در موارد زیر حق بازگشت به وطن را داشته باشند. الف در مورد مشمول جزء الف بند 1 استاندارد 2.5 الف به محض انقضاء زمان اطلاعیه ارائه شده طبق مفاد قرارداد کار دریانوردان. ب در موارد مشمول جزهای ب و پ بند 1 استاندارد 2 الف 1 در صورت بیماری یا آسیب دیدگی یا هر دلیل پزشکی دیگر که مستلزم بازگرداندن دریانورد به وطن است، چنانچه از نظر پزشکی قادر به سفر باشند. 2. در صورت شکستن یا غرق کشتی. 3. در شرایطی که مالک کشتی به دلیل ورشکستگی، فروش کشتی، تغییر کشور ثبت کشتی یا هر گونه دلایل مشابه دیگر قادر به انجام تعهدات قانونی یا قراردادی خود به عنوان کارفرما در برابر دریانوردان نباشد. 4. در شرایطی که کشتی عازم یک منطقه جنگی است، همان گونه که توسط قوانین و مقررات ملی یا قرارداد کار دریانوردان تعیین شده است و دریانورد تمایل ندارد که عازم آن مکان شود. 5. در صورت خاتمه یا تعلیق اشتغال دریانورد طبق رأی داوری یا توافق جمعی یا خاتمه اشتغال به هر دلیل مشابه دیگر. برای
برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.